در کتاب زندگانی شاه عباس جلد دوم صفحه 136 نوشته شده که شاه عباس زمانی در تفریحات شاهانه خود جان هزاران نفر را به خطر می‌انداخت. و برای اینکه در برابر سفیرها و میهمانان بیگانه قدرت نمایی کنه، مرگ مردم بیگناه رو به چیزی نمی‌شمرد. مثلا در ماه جمادی الاول سال 1028 هجری که خان عالم سفیر شاه سلیم پادشاه هند به ایران اومد، اون و جمعی دیگه از سفیران و مهمانهای بیگانه رو با خود به گیلان برد و در شدت سرما در جنگل رانکو به شکار گراز پرداخت و به فرمان اون نزدیک 30,000 تن از رعایای گیلان برای روندن حیوانات وحشی و ترتیب شکار جرگه در اطراف اون جنگل گرد اومدند. در اون شکارگاه عرض کردند که 2,700 نفر از مؤمنان و مسلمانان از صدمت سرما و برودت هوا هلاک شدند. شاه عباس این حادثه را اصلا جدی نگرفت و بعد از تموم شدن سیر و شکار با تمام وزرا و مهمانها عازم ولایات مازندران شد. در هر صورت فرقی به حال مردم گیلان نمی کرد، چون اگر از دستور شاه عباس سرپیچی می کردن، مرگ اونها حتمی بود و شاه عباس همه اونها رو گردن می زد.